اگر فکر میکنید آثار هوموساپین ها یا انسان های هوشمند فقط تو آفریقا پیدا شده، سخت در اشتباهید. درست بیخ گوشمون توی خرم‌آباد و توی غاری به نام غار کلدر آثاری از انسان‌های هوشمند پیدا شده که ظاهراً متعلق به بیش از 54,000 سال پیشه. غار کلدر یکی از محوطه‌های کلیدی دوران پارینه سنگی میانه و جدید ایرانه که در روستای قلعه سنگی خرم‌آباد قرار داره. قدمت خود غار 63,000 ساله، اما قدمت جمجمه‌هایی که توی غار کشف شده 54,000 ساله. این قدمت غار کلدر و ایران رو جایگاه یکی از اولین مناطق حضور انسان هوشمند یا انسان خردمند قرار میده، انسان‌هایی که اجداد مستقیم ما محسوب میشن. حالا بعضی حدس و گمان‌ها وجود داره که انسان‌های هوشمند از مسیر ایران و اطراف غار کلدر عبور کردن تا به اروپا برسن. در واقع غار کلدر میتونه بخشی از حلقه مفقوده زنجیره تکامل بشر و مسیرهای مهاجرتی انسان‌های هوشمند از قاره آفریقا به آسیا، جنوب غرب آسیا، اوراسیا و نهایتاً رسیدن اولین گونه‌های انسان هوشمند به قاره اروپا رو تکمیل کنه و به کشفی فوق‌العاده مهم در مطالعات پارینه‌سنگی دنیا تبدیل بشه. تا قبل از کشف غار کلدر، محوطه‌های قصر عقیل لبنان و برخی مناطق دیگر شامات با قدمتی بین 48 تا 49,000 سال به عنوان نخستین خاستگاه و اجداد اولیه انسان‌های هوشمندی که راهی قاره اروپا شدن شناخته می‌شدند، اما کلدر معادلات رو عوض کرد. به نظرتون این آخرین سورپرایز کلدر برگ ماست یا باید منتظر نشونه‌های قدیمی‌تر هم از اجدادمون باشیم؟